سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام در مورد روشن کردن گوشای اندرویدی با منبع تغذیه باهاتون صحبت کنم. اینم یه ترفندیه که گفتم شاید به دردتون بخوره و خواستم به اشتراک بذارم. خب ما تو گوشای اندرویدی میدونی یه سری از گوشای اندرویدی ممکنه که وقتی کابلو به گوشی وصل میکنی با منبع تغذیه روشن نشه. خب بیایم دو تا مدل از مدارهایی که باید یاد بگیریم به چه صورت جامپر بزنیم تا گوشی روشن بشه با منبع تغذیه. خب اولش این مداری که دارید میبینید گوشی A20 یا سامسونگ گالکسی A205F هستش که با منبع روشن نمیشه. خب میریم اول در مورد این مدل مدار رو باهاتون صحبت کنم. خیلی ساده میگم بعد استفاده میکنید. نیا کنید این کانکتور گوشی A20 مون هستش. اینجا باتری این زمینه، دو تا آبیا نات کانکت، دو تا اینجا سنس داریم. یکیش نوشته V-Bat سنس، یکیش نوشته V-Bat GND. اینی که GND خب چیکار داره میکنه؟ داره دمای باتری رو کنترل میکنه. اینی که اینجاست کلیک کنیم، این اولین مدارمونه. اگه همچین مداری دید این نکته هم داشته باشه، عموما نزدیکترین پایمون همون پایه به جای پایه BSI مون هستش دیگه. نزدیکترین پایمون به پایه مثبت اگه سنسی دید احتمالا اون میشه پایه مرجعتون، ولی خب باز چند تا نکته داره بهتون میگم. اگه نقشه داشته باشید به این صورت، یا میتونید با مولتی متر کافیه محدوده همین کانکتور باتری رو چک کنید ببینید این پین به کجا وصل میشه. اگر هم حتی به اشتباه حالا این پایه رو به زمین بزنید یا اینو به زمین بزنید اتفاق خاصی نمیفته، یا اتصالی نشون میده یا اینکه گوشی دوباره روشن نمیشه. ولی اگه نقشه داشته باشید حتما دقت کنید که اگر برسه به یک مقاومت به این شکل و این برای مقاومت نوشته باشه BAT_N2 یا همون نود ولتاژ هستش یا گره ولتاژ، که اگه همچین چیزی بود کافیه که این پینو وی بات سنس رو یه جامپر بزنید حالا با سیم یا با قلب به این پایه، دقیقا مثل تصویری که الان بهتون نشون میدم. نیا کنید اینجاست، همین بخشی که من جامپر زدم و آخر ویدیو هم خواهید دید که به چه صورت گوشی روشن میشه. خب این جامپر رو زدم، بعد کابل رو که وصل میکنم کلید پاور رو بزنم، حالا گوشی به LCD وصل باشه نباشم گوشی روشن میشه و جریان کشی رو میتونید ببینید از طریق این. فقط بعد از اینکه تستتون رو انجام دید حتما اینو قطع کنید و بذارید سر جاش که به مشکل گوشی نخوره. خب این اولیش بود. بس اگه به طور مثال یک مدل از مدارهای به این شکل بود که به یک مقاومت، به هیچ جا وصل نیست، به یک مقاومت، بعد از مقاومت رد میشه میخوره به نود ولتاژ یا باتری نودمون یا گره باتریمون که از اینجا میاد میخوره به باتری دیگه، اینم باتریمونه در اصل. بس متوجه شدید یه مدلش به این صورته، باتری سنسمون رو وصل میکنیم که این در اصل داره جریان ازش عبور میده و بیشتر برای تجزیه و تحلیل درصد باتری هستش. حالا بریم مدار بعدیمون که A11 هستش. میخوام ویدیو زیاد طولانی بشه. خب اینم گوشی A11مون هست که دارید میبینید. خب توی این مدل خب این اصلا هیچی هم ننوشته، ولی اگه توی این مدل نیا کنید وقتی من کلیک میکنم روش ببینید به سه تا قطعه راه داره میده، یکیش احتمالا دیود زنره، یکیش شبیه مقاومته، یکی هم که احتمالا خازن استش. خب حالا با اون کاری نداریم، اینجا ما تست پوینتش رو پیدا میکنیم. بس نیا کنید همون محدوده کانکتور باتری یا بالاخره یک مقاومت و خازنی به عنوان تست پوینت هست، یا همجوری متالیزه هایی هستن که میتونید شما به قول گفتنی پیداش کنید با مولتیمتر تست بوق. کافیه که پیداش کنید، بعد میبینید
بخش مثبتمونه دیگه. بخش مثبتمونه که شما میتونید راحت پیداش کنید. یکیش به زمین راه میده اگه بوق بزنه، به زمین بوق میده، یکی بوق نمیده. یا با تست دیود بگیرید، یکیش صفر نشون میده به زمین، یکیش اوم نشون میده. بس کناریش میشه این پایه. اینو که بزنید این پایه داره در اصل باتری این مال آیدیمون هستش، یا همون باتری دیتکشن قدیم یا بی اس آیمون که برای شناسایی باتری کافیه. این پینو به زمین متصل کنید تا گوشی با کابل روشن بشه. حالا من اینو توی تصویرم نشون بدم که به چه صورتی هستش. بیارم بالاتر شما باز ببینید. خب بیارم روی کانکتور باتری. همطور که میبینید من پینو پیدا کردم، یعنی تست پوینتش اینجاست و این تست پوینت رو زدم به زمین. حالا رو برچه هست این کار رو انجام دادم. حالا اگه چون نقشه هم نداره بیام اگه رو فلت باتری نگاه کنی، دقیقا اینجا 6 تا پین داریم دیگه، درست؟ اینجا نوشته دوتای پایین و بالا نات کانکشنه، وسطی مثبت بالایی منفیه، این ور نوشته آیدی، بالایی هم که تمپچر یعنی کنترل دماست. پس این آیدی که میشه این، و اگه اینو با اینجا تطبیق بدیم میخوره به این پایه پایینیه، و اینو به این شکل اگه آیدی بود اینو وصل میکنیم به زمین و دوباره وقتی به گوشی رو به منبع تغذیه متصل کنید با کابل، حالا یا با کابلای آی بود داشته باشید یا با همون منبع تغذیه به عنوان نرمال اون کار انجام بدید، از اینجاها هم میتونید استفاده کنید دیگه. حالا تست پوینت اینجوری وصل کنید به منبع از تست پوینت هاش زمین و ویبتتون، و بعد از کلید پاور گوشی به راحتی روشن میشه، جریان کشی رو تست میکنید. و نکته آخر، بعد از اینکه اتمام کارتون تموم شد، گوشی با همه تست ها جواب گرفتید، همه چی ردیف بود، اینو جدا کنید که بعدها به مشکل نخورید. امیدوارم ویدیو به دردتون خورده باشه. لایک یادتون نره. خوشحال میشم کانال رو حمایت کنید، چون قرار اتفاق خوبی بیفته، ولی خب دیگه بستگی به حمایت شما دوستای عزیز داره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.